اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. حتی از سنگ قبر او این والیان جور و جنایت در حسرتند، زین رو 9 بار سنگ را با کینه های خیش شکستند. در سال روز مرگش راه ورود و بخت حضور همشهریان او را بستند و قلب عاشقانش را از درد و رنج شکستند. مرد بزرگ شعر دیروز از مزد گورکنان می گفت بالاتر از بهای قصیده. امروز در جمع گورکنان فریاد مرگ جاری است، از گور او اما آواز زندگان. علیرضا نوریزاده، پنجشنبه 26 ژوئیه، جولای 4 مرداد، به شما سلام میکنم. حتی عاشقان شاملو رو نگذاشتن در 18 سال روز مرگ او بر مزارش حاضر شود. دقایقی میبینیم حرفای مردم رو، اونجا رو میبینیم. ملت ما تا چه میزان قدر شاعر را می داند و آمادگی چوب خوردن از عساکر ولی فقیه دارد تا بر مزار شاملو در امامزاده طاهر حاضر شود. روز سه‌شنبه است، ما آمدیم کرج، امامزاده طاهر، جایی که جناب شاملو دفنه. سال روز وفات شاملو است، ولی برادران امنیتی نگذاشتن و این جمعیت رو پراکنده کردن. خب به نظر من خیلی خوبه وقتی یک نظام امنیتی از این که مردمی در سر یک مزار جمع بشن، یعنی که از زنده او که می هراسیدن از مرده او هم می هراسن. ولی ما این روزها رو پشت سر خواهیم گذاشت و حتما روزهای نیکوتری در پیش داریم. درود به محمد نوریزاد که جای همه ما هست اونجا. اما ببینیم جوانای ما که آقای تتلو رو قربون صدقش میرن، میلیون ها پیرو و طرفدار و غیره داره، در باب احمد شاملو چه میگوین؟ ایشونو میشناسی؟ اونم تو برنامه خندوانه دیده باشه. منتقد فیلم و سریال و اینا رو نقد میکرد. فیلمم با آقای رضا عطاران فکر کنم بازی کردن، نمیدونم، خیلی شبیه ایشون بازی کرد فکر کنم. آره خیلی شبیه دیگه، شاید ممکنه بازیگر هنرمنده دیگه، هر کی قیافشون آشناه. ولی خب خسرو شکیباییه. بله خسرو شکیباییه، میشناسمش ولی اسمشو نمیدونم چه. وایس اپ کنین لحظه، الان بهتون میگم که کیه. عکسش رو دارم تو خونه، حتی نمیدونم ولی که حدس هم نمیتونی بزنی ایشون کیه؟ والا نه راهنمایی بکنی زشت. شاعره، درست گفتی، شاعر. شاعره، دیده میشه. احمدشو درست گفتی، حدیدی. چی؟ شاملو آشنا هست ولی یادم نمیاد که. حدس هم نمیتونی بزنی؟ نه. سنتو میشه بگی؟ 17 سالم. ایشونو میشناسیم؟ بله، شاعر هستم. کیم؟ اسمشون رو الان بهتون میگم. مشیری؟ شاعره. بله شاعره، من میدونم که اخوان سالس نیست، مطمئنم،
ولی فریدون مشیری؟ فریدون مشیریه؟ نه قیافش یکم آشنا هست برای شما. ایشونو میشناسین؟ نه توی همون اینستاگرام دیدم عکساشو ولی خیلی شاملو نه نمیدونم. چند تا سریال بازی کردن؟ سریال کارگردان هم هسته احمد شاملو. های احمد شاملو آخر نفهمیدم. برف نو سلام سلام. میگم بقیه شده نمیده دیگه، جمله بعدی شده هم نمیده. ساب کنین الان رکسش بذار بیاد. الان بهتون میگم که کیه این آدمه. اینه دقیقا نوچ زبانمه نتونست. ها شاملو. بله شاملو. بله. چی سرچ کردین؟ شاعر احمد شاملو. وای خدای من همه چی رو گوش میکنم. ایشونو میشناسین؟ آقای احمد شاملو. میتونید یه چیزی بخونی؟ سکوت سرشار از ما گفته است از سخنانه. کجا دیدی؟ تو خندبانه؟ تو خنده بازار یه برنامه بود نشون میداد شبکه 3. اونو من یادمه. فکر میکنم آقای شاملو باشم. من خیلی اشعارشون میخونم ولی الان واقعا حضور ذهن ندارم. میتونم بخونم؟ من دارم فکر میکنم کدوم یکتون تام میتونم. واقعا چند وقت پیش شعر ازش حس کردم. برف نو سلام سلام. چی؟ بقیه شدم نمیاد. ایشونو چی؟ همه میشناسم دیگه. کی نمیشناسه؟ همه جا هست. امیر حسین مقصودلو برادر بزرگ. منم با نداریم همه غم تو میشمارم. بحثی اصلا نداری. ضرب المثل نابرد رنج گنج نمیدونم چی چی و کی گفته باید دستشو بوسی. بنظر من آدم با استعدادیه خب، ولی خب یه سری کارا میکنه که باعث میشه که مردم سوشش کن. امیر تتلو ایشونه. امیر تتلو میشناسیش؟ آهنگ میخونه. سلام. حالا این چون چیز بود رو تو ذهنم موند. امیر تتلو. من گیر کردم رو تو چنین چیزی خونه. دست شما در نکنه. طرفتا استقلال بوده نشده طرفتا پرپولی. بله. کیه؟ تتلو بیه. تو دیده من نیست کجایی؟ همین که تمام بدنش خاک بودیه. آقای امیر تتلو. مصیبت تتلو. بذار تو حال خودم باشم. نیست؟ آره همونه. تتلوی چیه اون؟ تتلو. تتلو شما؟ تتلو بله. گوش کردیم تا حالا؟ نه بابا ول کن. جناب آقای امیر تتلوه. دوست دارم ولی نمیده تو تلویزیونا. چرا باید بشناسم واقعا؟ افراد فرهیخته رو متاسفانه نه. دست در نکنه. سر. این هم یه شاعره. اسمش چیه؟ احمد شاملو. اینو نمیشه. دکتر سازگار عزیزم سلام. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و خدمت همه بینندگان عزیز. چه خوب که با یاد احمد شاملو برنامه را آغاز کردیم و شعر زیبایی که در خصوص او خوندید و تضمین یکی از اشعار خود شاملو در اون بود. برحال آقای دکتر نوری‌زاده گزارشی رو که پخش کردین یک بخشش قابل فهمه، برای اینکه به هر حال اهل موسیقی در همه جای دنیا مشهورترن از مثلا شاعر یا نویسنده یا دانشمند، ولی یه بخشش هم باید تقصیر حکومتی دانست که سالهاست شاملو رو سانسور کرده. نسل ما کتاب‌های شاملو در دسترسش بود در دوره شاه، آدم میخوند یا کارهای کتاب هفته و انتشاراتی، البته خیلی‌هاشون توقیف میشد با قول نجف دریابندری که شام در بزرگان چنین کنن. شاملو متخصص انتشار نشریاتی بود که فوری توقیف میشد، ولی کارهای درخشان او در ادبیات ایران، شاعری که غیر از شعر کارهای ترجمه کتاب کوچه و ده ها کار دیگه که در عرصه ادبیات ایران کرده او رو جاودانه کرده و خواهد کرد. ولی نسل جوان یه مقداری هم قابل سرزنش نیست، عرض کردم، برای اینکه شاملو رو این رژیم سانسور میکنه و
نمیگذاره که آشنا بشن، ولی یه مقدارم باید سرزنش کرد نسل جوان رو برای اینکه مطالعه ساعاتش در ایران خیلی پایین ترم اومده و انقدری که رفتن توی شبکه های اجتماعی و تلگرام و رد و بدل کردن چند تا پیام و جوک و عکس و اینستاگرام و فیسبوک وقت یک جوان رو ممکنه بگیره، شاید درصدی از اون رو هم برای خوندن کتاب و یا شعر اختصاص نده. به هر حال من شخصا خودم به جوانها توصیه میکنم که شبکه های اجتماعی بسیار خوبن، ولی در همین شبکه های اجتماعی کانال های خیلی خوبی هست که در بخش ادب و هنر، تاریخ، فیزیک، علوم کتاب ها رو به اشتراک میگذارن. من خودم شخصا شاید بگم یک کتابخونه 200-300 جلدی الان از کتاب هایی که به اشتراک میگذارن فراهم کردم و خیلی خوب، اگر هم کتاب گرانه، اگر هم نمیتونن دسترسی داشته باشن یا سانسور بعضی کتاب ها، در هم شبکه های اجتماعی کانال های متعدد هستش، 2000-3000-4000 بعضیش عضو داره و کتاب های مختلف در حوزه های مختلف علوم انسانی، علوم تجربی غیره به اشتراک گذاشته میشه، میتونن دانلود کنن به راحتی و از دستاوردهای فرهنگی و علمی ایران در چندین دهه گذشته بهره مند بشن. دکتر سازگار، من یک مجله رایانه‌ای هست به نام چوک که شعر و داستانه و من هر بار این رو در سایت خلیج فارسمونم میگذارم، فوق العاده مجله قشنگیه. یا کاری که علی میرفتروس میکنه با یه جنگی درست کرده که هم سیاسی، فرهنگی، ادبی، یعنی واقعا در میدونی من دلم از چی سوخت. چند شب قبل داشتم سرچ میکردم لاتای تهران اینستاگرام درست کردن 1,000,000 فالوور، 1,000,000 فالوور و تلخ آدم اینو میبینه. بعد احمد شاملو به هر حال این اسم برای مردم ما، نسل ما، نسل قبل از ما، این یه اسم جاودانه است و آدم درد میگیره واقعا قلبش دیروز در برنامه یک ترانه پخش کردم در تلویزیون طلوع افغانستان، یه مسابقه وایس گذاشته بودن، یه جوانی اونجا اومد آواز خون که چه شد خراسان من، و اشاره میکرد که حالا انتحاری و سعدی من کجاست، حافظم کجاست، حضرت فردوسی و شاهنامه من کجاست، چه شد اون زیبایی ها، اون ترانه ها، اون شعر ها. یعنی میخوام بگم فضای ایران که با خمینی عوض شد و دنبالش فضای منطقه عوض شد، شما نگاه کنید حتی شعارها، شما شعارهای انقلاب رو به یاد بیاورید، زنده یاد حمید مصدق، بخشی من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزن، شما هیچ شعار، کمتر شعار مرگ و نابودی و نیستی داشتی، شعار زندگی بود. امروز حتی شما به شعارها گوش بدید، شما کامنت های زیر برنامه ها رو ببینید با چه ادبیات سخیفی، یعنی طرف من و شما رو دوست نداره، خب اشکال نداره بنویسه انتقاد کنه، ولی وقتی به مادر ما ناسزا میگه، به خواهر، به فرزند، به همسر، این برای من قابل قبول نیست. این نشون میده این رژیم جهنمی چنان افکار و اندیشه ها رو آلوده و فاسد کرده و اون ذهن فاسد دیگه شاملو نمیشناسه، دیگه اون نمیتونه زیبایی شعر شاملو رو با 4 خط تومار رژیم رو میپیچه که دهانت را میبوین مبادا گفته باشی دوستت دارم. یعنی واقعا میخوام بگم متاسفیم من و شما و ما متاسفیم و چه کار سنگینی اداره کنندگان فردای ایران خواهند داشت که با این لجنی که رژیم در ذهنها رسوب داده چجوری مقابله کنند. باری خیلی حرف داریم، اجازه بدید سریع. بله، من فقط یه نکته را عرض کنم. ببینید حکومت‌های توتالیتر و تمامیت‌گرا که میخوان عهده‌دار فکر و اندیشه مردم هم بشن و
تا عمق روح مردم رو در کنترل بگیرن، به قول میشل فوکو، در واقع نشون بدن اول مالک تن مردمن تا بعد روحشون رو در اختیار بگیرن. این کارکرد رو دارن. ببین شاید بهترین مثال شوروی باشه، اون قولهای ادبی قرن 19 و اوایل قرن 20 که قله ادبیات جهانن، داستایوفسکی، چخوف و و و ده ها، با ظهور حکومت کمونیستی و سیطره‌ای که گذاشتن و دیکته از بالای ادبیات رئالیستی که استالین تحمیل میکرد، نمیگم ادبیات در روسیه مرد، یه نوع ادبیات مقاومت شکل گرفت. بسیاری از روشنفکران سخت کوش روسیه هم کشته شدن به دست استالین و جانشینانش، به زندان ها افتادن، ولی کاملا اون جوشش ادبی بی‌نظیر روسیه افت کرد، افول کرد. ایران هم عین این تجربه درش تکرار شد. حالا گفت خوشگل بود آبلم در آورد، یعنی غیر از توتالیتر بودن یا چاشنی مذهبم داره به اسم دین و خدا و پیغمبر و یه رهبرم پیدا شد مثل آقای خامنه‌ای که مدعیه که همه چی رو، رمان و شعر و ادبیات و همه رو از همه بهتر میفهمه و اصرارم داره که یه مش انوری دور خودش جمع کنه، ماه رمضان به ماه رمضان هم نمایش این شعرهای واقعا به قول یک کسی شاعر چرز کنم، شاطرهای نوندربیار یاوگو، یاوگو رو به رخ مردم بکشه. طبیعیست که اون وقت افت میکنه. کسانی هم که میخواهند مستقل بمونن خیلی هاشون راهی غربت میشن، خیلی هاشون به زندان افتاد، کشته شدن و ترور شدن، بنابراین یا خانه نشین شدن. بنابراین باید گفت که آنچه در ایران اتفاق افتاده تکرار تجربه حکومت های توتالیتری است که شاید به نوعی هم دو درجه هم بدتر بود شده و چون عامل مذهبی رو داره. بله دکتر سازگارو، ببینید دنیای مدرن مصیبت منطقه‌ای هم هست. ببینید شما نگاه کنید سوریه دوران جمیل مردم و دوران انتخابات آزاد و شکری قوتلی، یه دیپلماتش نزار قبانیه که میشه بزرگترین شاعر. 40 سال این پدر و پسر حکومت کردن در سوریه، یک شاعر بیرون ندادن، یک نویسنده بیرون ندادن. شما مصر رو برگردید، تمام دوران عظمت ادبیات همون دوران فاروقه، طه حسین ظهور میکنه در اون دوران، صلاح عبدالصبور میاد، شاعران بزرگ، خوانندگان بزرگ، نویسندگان بزرگ، همه مال همون دورانن. در خود ایران همینطور. وقت بعدش که ما میرسیم، شما الان نگاه کنید از انقلاب به بعد شما کدام شاعر برجسته رو ظهور کرده که بتونید در ردیف نادرپور بذاری یا شاملو یا مشیری یا اخوان سالس یا شفیعی کدکنی؟ اگر کسی هم هست دکتر خویی آن زمانه، اگر کسی شفیعی کدکنی آن زمانه. یعنی واقعا میخوام بگم داستان غریبی است، یعنی اینا خشک میکنن فرهنگ. بله. شما کدام ترانه ای رو شنیدی در حد مثلا ترانه های شهریار قنبری یا اردلان سرفراز یا ایرج جنتی عطایی یا زویا زاکاریان؟ در اگرم چیزی هست بس خود اونا دارن میگن، یعنی از داخل سبک، حتی این شعرهای انتقادی که میگن هزله، یه چیزایی مثل هزله سرهم میکن. ببخشید من زیاد نمیخوام چون من عاشق این مقولاتم خودم واقعا دو تا مقوله همه مورخینم میگن به بحث اینکه فشار دیکتاتوری و به خصوص توتالیتاریسم و تمامیت‌گرایی فراتر از دیکتاتوری بالا میره، دو تا موجود اجتماعی هستن که به سرعت هجرت میکنن و یا افت میکنن، یکی فرهنگ، یکی اقتصاده. و در ایران این تجربه تاریخی تکرار شده. نه. هر دو شما میبینید از همینجا میتونیم وارد بحث اقتصاد بشیم و انجام ده. من حیفم میاد آقای دکتر نوریزاده حالا که بحث شاملوی بزرگ هست، این مطلب رو از آقای دکتر ضیاء موحد که چند سال پیش من در مقاله ایشون نوشته بود خوندم نقل نکنم. دکتر موحد خب از خودش دستی در ادبیات و شعر داره. نه. و از
به اصطلاح محققین در زبلم هم. در مقاله در مورد شاملو نوشته بود که یک شاعر ممکنه همه عمر شعر بگه، 10 تا دیوان باشه، اما در تاریخ ادبیات ممکنه با 10 تا شعرش بمونه. درسته. و اینطور نیست که به قول شهریار غزل ایران در یه مصاحبه یه بار گفته بود اگه دست خودم بود که هر روز یه حیدر بابایی سلام میگفتم. دست خودم شعر دیگه میاد دیگه، یکی شاهکار میشه یکیش عادیه. و البته به قول آقای دکتر مبید در اون مقاله میگه خب اگر اون وقت کسی باشه که یه دیوان حافظ همش یا دست کم بخش بزرگی شاهکار باشه، وقت میشه حافظ دیگه. ولی راجب شاملو ایشون گفته بود بدون اغراق شاملو در تاریخ ادبیات ایران اقلن میشه 50 تا 60 شعرش رو دست گذاشت که ماندگار خواهد بود. و اینه که فاصله میگیره با بسیاری از شعرا. و بعدم برخوایشون موقع یه نسل به اصطلاح نسل و سبک جدیدی بود و بسیاری رهرو پیدا کرد. به هر حال یادش گرامی بله. و اشعارش جاودانه باد که به قول شما یه دونه شعرش راجع به انقلاب اسلامی کافیه. این بله. اون چیزیست که در سینه تاریخ خواهد بود بله. یعنی خیلی بله. چیزو از یاد میره 200 سال بعد اون شعر ایشون که عشق را بر دیرک بله. راه بند تازیانه میزن اون میمونه در بله. همیشه دنیا بله. بله. دکتر سازگارا بله. چون بله. مردم روز پنجشنبه که من و شما میشینیم میخوان همه چی رو بگیم تو این یک ساعت، هر چی ممکنه. خب ما هم سعی میکنیم. خب آقای عبدالناصر همتی سالها مدیر عامل بیمه ایران، 3 روز قبل میشه سفیر ایران در چین، براش حکم صادر میکنن. 4 روز قبل یا 3 هفته قبل، بعد 3 هفته بعد میشه رئیس بانک مرکزی، جای آقای ولی‌الله سیف بیاد بنشینه. این سوال پیش میاد آیا غیر از آقای عبدالناصر همتی کسی رو نداشتیم؟ چرا آقای دکتر نیلی مثلا نیاد در این منصب بشینه؟ چرا خود آقای طیب نیا رو نیارن برای این کار؟ به هر حال اینا آدمایی هستن در این عرصه صاحب نظر. انتخاب عبدالناصر همتی که خیلی هم سابقه درخشانی در بیمه نداره، بعدم قرار بوده بره به چین، چه تصور میکنید؟ فکر میکنید باز فرمایشات ملوکانه از شورای آذربایجان صادر شد؟ اگر مستقیمم نباشه غیر مستقیم حتما. من آقای دکتر همتی رو اون موقعی که ایران بودم و ایشون رئیس بیمه مرکزی بود رو دیده بودم، شاید چند بار در جلساتی هم با ایشون بودم. استاد اقتصاد کلان در دانشگاه تهران هم ایشون هست، پسر من باهاش درسم داشته و مثل آقای دکتر طیب نیا اقتصاد کلان درس میداده در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. به نظرم حالا من دقیق نمیدونم آقای روحانی ملاکش برای انتخابشون برای بانک مرکزی چی بوده، ولی ببینید یه داستانی در ایران هست، یه جور اقتصاد دولت سالار یا چپگرا. یه خود چپگرا شاید لغت نارسایی است. اقتصادی که در واقع باید گفت اقتصاد نیست، دخالت دولت و دستوری بله. راجب همه چی از اول انقلاب بوده در مقابل علم واقعی اقتصاد، که آزادی اقتصادی باشه، مارکت اکونومی باشه، عرضه و تقاضا رو رها کنی، نرخ عرضه دستوری تعیین نکنی، مالکیت محترم باشه. این دوتا همیشه بوده. شاید جای نبردش هم خیلی اوقات تو سازمان برنامه بوده بله. و هر وقت اقتصاددانان واقعی که من امثال آقای دکتر طبیبیان، دکتر غنی نژاد، آقای دکتر عبدو بله. آقای دکتر نیلی و دیگران رو میتونم تو این دسته بگذارم بله. اومدن راهکارهای واقعی علم اقتصاد دادن، ما شاهد بودیم یه عده، من راستش بهشون میگم شبه اقتصاددان، شبه اقتصاددانی داشتیم که از اون طرف اومدن حرفایی زدن که به قول اون اقتصاددان آمریکایی افکار غلطی که مثل سوسک فقط بعد با یه روزنامه زد تو سرش و کشتش نسوش بیاد بالا از بدن اقتصاد. این کشمکش ولی آقای دکتر نوری‌زاده همیشه تو این 40 سال بوده
و آقای خامنه ای اتفاقا کسی بوده که همیشه طرف این شبه اقتصاددان ها بود. ما دولت آقای هاشمی دولت اول ایشون رو یادمونه. آقای هاشمی شاید یه کار خوب کرد، این بود که گوش کرد به اقتصاددان. همین آقای دکتر نیلی موقع معاون سازمان برنامه بود، آقای زنجانی رئیس سازمان برنامه بود و برنامه توسعه‌ای که نوشته شد عمدتا دستورالعملایی بود که امثال آقای دکتر طبیبیان اینا دادن بر اساس علم اقتصاد. اقتصاد یه علمه مثل بقیه علوم، نمیشه قانونمندی های اقتصاد رو بهش پشت کرد. درست مثل این میمونه که شما در فیزیک بخوای پشت کنی به قانون جاذبه بری یا پشت بوم بگی حالا من میپرم پایین، یه طوری نمیشه. خب میخوری زمین میشکنه همه جا. در اقتصاد 40 سال پشت میکنن به علم اقتصاد، قانونمندی های اقتصاد و مقاطعی مثل دور اول دولت آقای هاشمی که تازه نه کامل درصدی به حرف اقتصاددانا گوش کرد. ما شاهدیم الان آمار ارقامی که میذاریم میبینین اقتصاد ایران شروع میکنه به رشد کردن. درسته، رشد مثبت. اما بله رشد مثبت، یعنی بهترین دوره اقتصادی بعد از انقلاب دوره جمهوری اسلامی واقعا دوره آقای هاشمی رفسنجانی، به خصوص دوره اولش، هم 4 سال اولی. اما دوره دوم شما میبینید که با فشار آقای خامنه‌ای نگذاشت ایشون اون پروسه آزادسازی اقتصاد انجام شه، با همین حرفای شبه چپ شبه اقتصادی در واقع جلوی هاشمی رو گرفت. شاید بزرگترین گناه هاشمی بود که تسلیم شد، رئیس سازمان برنامه استعفا کرد، عوض شدن تیم و دوباره رفتن سراغ همون روش هایی که شکست خورده بود. و دوره احمدی نژاد که اصلا فاجعه، هیچ، اون که شما فراموش کن. دوره آقای خاتمی ایشون واقعا بلا تکلیف بین این دو تا فشار ایستاد و کار یکی به نعل و یکی به میخ کرد. آقای روحانی وعده کرده بود که واقعا برنامه های اقتصادی اجرا بکنه. درسته که آزادسازی اقتصاد و فرمول های واقعی اقتصاد رو اجرا کردن در مراحل اولش دردناکه، یه مقداری مشکلزا میشه، ولی همه کشورهایی که اقتصادشون از جا بلند شده حرکت کردن این مراحل رو طی کردن. در ایران به محض اینکه میاد این اتفاق بیفته فشار به خصوص شخص آقای خامنه ای و یه مش شعاری و دوره برش و اینها متوقف میکنه و حالا که دیگه به دزدی هم آغشته شده، حالا به فساد هم آغشته شده. و به نظرم آقای سیف البته فکر میکنم بزرگترین مشکلش اینست که ایشون سوء مدیریت داشت، یعنی مدیریت درستی اعمال نکرد. ولی این تذبذب آقای روحانی بین این اقتصاد واقعی و شبه اقتصاد کار دست مملکت داده. این دور دوم ایشون رفت به سراغ فرمولای در واقع شبه اقتصادی که میبینیم چه مصیبتی شد. عرض نمیدونم دستوری 4200 تومن، میلیارد ها سوء استفاده که حالا به کام یه عده داره میشه. شخصا انقدری که آقای همتی رو میشناسم، نمیخوام قصاص قبل از جنایت بکنم، ایشون بعد بره پشت اون میز بشینه ببینیم در عمل چه خواهد کرد، ولی ضعیف فکر میکنم شناخت که من از ایشون دارم بیشتر مهره خواهد بود مثل خود آقای روحانی، سعی خواهد کرد که بین این دو جریان بیسته، یکی سازمارا به نل بزنه و یکی به میخ و کاری بکنه نه دل آقا به درد بیاد با این حرفای صدمن یه غاز و اقتصاد مقاومت و این حرفای بیپایهی که میزنه، نه دوزا باهاش در بیفتن و نه اینم که از این بر به اصطلاح یه جوری را بره که حالا خیلی سرصدا در ند. اگر این باشه فاجعه خلق میشه، یعنی کشور داره با سر اقتصادش سقوط میکنه و واقعا سیاست های مثل خانم تچر میخواد، سیاست های بنیانی میخواد که و رئیس بانک مرکزی میخواد مثل بن برنانکه در امریکا بله. که بحران اقتصادی رو بشناسه. یه لحظه اجازه بده دکتر سازگار ما درنگ کوتاه بکنیم برگردیم، چون میرسیم به همین سوال طلایی که واقعا تغییر رئیس بانک میتواند این معضل بزرگ رو حل بکنه. یه درنگ کوتاه میکنیم برمیگردیم.
بسته شکسته دست و پا غمگین نشسته شکسته دست و پا در دست اما نه چون درد دلش کس غم شکسته نه چون درد دلش کس غم شکسته سر کوه بلند افتان و خیزان چکان خونش از دهان زخم و ریزان نمی گوید پلنگ پیر مغرور که پیروز آید از راه یا گریزان که پیروز آید از راه یا گریزان درود دوباره و درودی به خانم دکتر سهیلا گلستانی که شعر اخوان رو به زیبایی اجرا کرد. این بانوی فرزانه که بسیار صدای خوبی داره در اصفهان زندگی میکنه. حضورتون عرض کنم آقای دکتر، برگردیم به همون سوال، چون خیلی من اینجا چیزهای مختلفی داریم که باید راجع به صحبت کنیم. فکر کنیم که آقای دکتر عبدالناصر همتی فردا رفت بانک مرکزی نشست و شروع به کار کرد. شما که به عنوان یکی از مدیران در اون سرزمین کار کردین، 130 تا شرکت زیر دستتون بوده، اگر شما جای ایشون نشسته بودید اولین کارهایی که میکردین چی بود؟ یعنی واقعا الان احتیاج به ضربت گیوه ورکشیدن و 24 ساعته کار کردن، اولین کارهایی که شما میکردین چی بود؟ والا من اقتصاددان نیستم، چون بانک مرکزی اسمش بانک مرکزیه ولی بانک نیست. بانک مرکزی اقتصاددان در رأسش میخواد. بله. و کسی باید باشه که بحرانهای اقتصادی رو بشناسه، راهکارهای جهانی رو بدونه و بتونه وظیفه اصلی بانک مرکزی رو که پول یک کشوره، پول اون مملکته، بتونه نظارت کنه، کنترل کنه. من شخصا خودم فکر میکنم، اینجا به عنوان مورخ عرض میکنم نه به عنوان اقتصاددان، طبیعتا این رو بعد از اقتصاددانان پرسید، ولی فکر میکنم حجم بزرگ نقدینگی که در کشور خلق شده، 1,500,000,000,000,000 تومان یک پول باد کرده و این عامل اصلیه که ریال سقوط میکنه. باقیش هم
شوخیه دیگه، بگیر و ببند راههای ایدی امینی و اینا، واقعیت بیرونی نیست که این پول بزرگ خلق شده. در مرحله ایست که شاید بهترین راهکار اونی باشه که امثال دوگل اجرا کردن یا خیلی کشور کردن. اصلا بعد این تومان به یه اسم مغولی هم هست کنار گذاشته بشه، واحد پول ایران باید عوض شد، پول جدید چاپ بشه و در این تغییر پول نقدینگی بزرگ خورده بشه مقدار زیادیش. آلمان هم کرد و راشمارک رو کرد دوچمارک و آوردن پایین. خیلی کار سختی هم مثلا ترکیه، ترکیه آقای هر روز نمیشه کرد این کار رو. بلا فاصله همزمان با این باید دو تا اتفاق بیفته، برای اینکه اگر شما کسر بودجه رو و این بسته بودن پول ملی به دلار نفتی رو نبری، کوچیک نکنی دولت رو، هزینه رو پایین نیاری، فایده نداره. سه سال چهار سال بعد دوباره نقدینگی باد. باید همزمان با این هم دولت رو کوچیک کرد، هزینه هاش رو پایین آورد که در رأسش به نظر من مقدار زیادی عرور شمسی کوره این که به دست دولت وست شده، سازمان تبلیغات، کمیته امداد، مؤسسات زیر نظر رهبری که پول دولت رو میخورن و هیچ کس هم جواب نمیدن. هزینه های بدون ثبت و ضبطی که در سراسر اینا رو باید ببری، یه شب باید حوزه های علمیه و دولت هم باید چیکه، بسیاری تصدی های دولت باید به مردم واگذار شه. یعنی دکتر سازگارا کرد. دفتر مقام معظم رهبری 12,000 حقوق بگیر داره. آخه شما یعنی مثلا سر آدم درد میگیره. شما زمان یعنی خمینی 100 نفر بودن. بله حتی اکثر 50 تا آدم بس برای دفتری رهبری کنگره شده. باید تا این رو نبرید خب کسر بودجه خلق میشه، کسر بودجه رو میرن دست میکنن تو کیسه بانک مرکزی و کرده دولت روحانی هم، دولت های قبلی هم هم کردن و گاهی هم برای اینکه دردسر بردن مجلس و قانون بودجه نداشته باشن میرن یه حکم ولایی از زمان آقای خمینی شد این کار، میگن حکم ولایی اینا بی صدا میبره سازمان برنامه، دست میکنن از بانک مرکزی، خب پول حجمش در واقع پول بی پشتوانه میاد تو میدون. نکته دوم، دلار نفتی سیاست غلطی که شما بدی به بانک مرکزی به جاش پول بگیری و ببری تو بودجه دولت، هر پولی از دست بانک مرکزی بیاد بیرون پول جدیده، در نتیجه باز باد میکنه. باید یا مثل نروژ رابطه دلار نفتی رو اصلا با کرون نروژ قطع کنی. درست. نروژ این پول رو گذاشته در صندوق‌های بیرونی و همون هم تو دنیا باهاش کار میکنه. 900 میلیارد دلار به روایت میگن الان ذخیره داره. سود اون رو هم باز فقط پشتوانه رفاه مردم نروژ کرد. تازه بازم همون دلار خرد. وگرنه کرون نروژ هم تا حالا 100 دفعه به مغز خورده بود. درست. یا باید مثل کشورهای عربی، عربستان، کویت، امارات، در واقع پولتو ببندی به دلار نفت. دقیقاً. به یه معنی درهم امارات یا ریال سعودی یا دینار کویت اینها پول نیست، اینا رسید این نیست که شما 3.6 دلار داری. بله درست. و درست وابسته به اون دلار. با البته این کار خاصیتش اینیست که باد نمیکنه، همیشه به اندازه انگار داری دلار خرج میکنی. ولی اشکالش هم البته این نیست که خب دلار بره بالا پولت میره بالا، بیاد پایین میاد پایین و بازی های به اصطلاح پولی نمیشه کرد. ولی غلط ترین کاری نیست که این دلار رو بگیری بیاری بدی بانک مرکزی، پول کشور ریال بگیری. باد میکنه، هی باد میکنه، باد میکنه و بعد هی هر چند دفعه مردم میبینن قیمت برابری ارزهای خارجی مقابل ریال و همه کالاها میپره میره بالا، جامپ میکنه و در واقع ریال سقوط. یک همچین جراحی آقای دکتر نوریزاده دیگه از آقای همتی در بانک مرکزی بر نمیاد. این عزم کل دولت رو، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد جلوتر از بقیه، باید همدوش بانک مرکزی، ضمن حفظ استقلال بانک مرکزی، و بانک مرکزی باید بزنه پشت دست هر کسی که بخواد دست کنه تو کیسه بانک مرکزی پول برده، برای اینکه پول کشور رو تضعیف میکنه و استقلال داشته باشه.
و اون وقت یه همچین کاری جراحی میخواد که باید دست فاسدار رو قطع کنی، باید آقای خامنه ای رو دست شو قطع کنی. اینجا هاست که اون وقت شما میبینی به محض اینکه میری سراغ راه حل های اقتصادی که اقتصاددانا توصیه میکنن، به سرعت میرسی به اینکه ناچاری جراحی در مدیریت سیاسی بود. و مدیریت سیاسی کشور اشکال داره و این ساختاره که شکل گرفته مانع اصلی اصلاح اقتصاد ایران. این لیچارگویی های تهران و واشنگتن به هم بودیم. این با دم شیر بازی نکن که حالا آقای سرلشکر باقری هم بهش اضافه شد و آقای محسن رضایی فرمانده شکست خورده جنگ که آقای خمینی میخواست اعدامش کنه، ایشون اومده که بله آمریکا حرف نزن، 50,000 نیرو زیر تیغمان. و شاید تنها حرف دکتر خزعلی یه مقدار عاقلانه بود که آقای روحانی با شیر مردم بازی نکنید، با یک جمله با دم شیر بازی نکنید. حضرت عالی شیر خشک 20,000 تومان گران شد، با شیر مردم بازی نکنید. در حال این جملات رد و بدل شد. بعد آقای پومپئو رفت در لس آنجلس در جمع 1200 تن که 1040-50 تاشون ایرانیا بودن، نشست صحبت هایی کرد و خیلی هم تند ذکر کرد این ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی ما، به گوش ایشون هم رسید و این جر و بحث ادامه پیدا کرد. چیزی که برای من قابل تأمله و آقای احمد عزیزی که شما خوب میشناسینش و در جریان قرارداد الجزایر، ایشون و آقای بهزاد نبوی دو شخصیتی بودن که رفتن نشستن و این قرارداد رو بستن. و آقای احمد عزیزی حرف جالبی زد. ایشون میگوید که قبل از ته کشیدن مهمات زرادخانه دیپلماسی، اما چه مستقیم چه غیر مستقیم به استقبال جنگ رفتن و بهانه دمیدن در شیپور جنگ طلبی، کشورمون را به دست دشمن دادن شاید نه قابل توصیه باشد نه اصلا سازگار با مساله بلند مدتمون، آن هم در نشست با سفرای ایران که اینا در واقع باید بزک کنن این رژیم رو در خارج بفروشن. و نوشته میتونست این رو خصوصی بگی اگر نظرت بود و این رسانه‌ای نمیشد که این آبروریزی باشه. حالا من سوالم از شما اینه، با توجه به روحیاتی که شما از روحانی میشناسید، این بازی روحانی چیه که مطابق میل رهبر حرف بزن؟ ببینید شما امروز کیهان دیروز فاجعه آمیز بود تیترش که ورداره بریسه ریاض و ابوظبی و نمیدونم اینا آماده باشن، موشک ها دارن میان. آخه این یعنی چی؟ این حرف میدونید چه اثر سویی داره؟ بعد الان زمان حج، حاجی های ایرانی رو با زمزم و گلاب و گل ازشون استقبال کردن و چه واکنشی خواهد داشت؟ حالا من میدونم فردا یا امروز چه خبر خواهد شد. شما چرا روحانی رو اینجوری میبینید؟ به چه نقطه رسیده روحانی که میخواست خودش رو متفاوت نشون بده؟ در همون سخنان میگه ما میخوایم رابطه‌مون رو با عربستان و بحرین و ابوظبی بهبود ببخشیم. آیا با این نوع پیام ها میخواد بهبود ببخشه؟ شما چی فکر میکنید؟ بله، اتفاقا در همین صحبت ایشون گفت عمق استراتژیک ایران از شبه قاره هند تا دریای مدیترانه، از قفقازیه تا دریای سرخه. خب کسی که کمچه ادعایی بکنه چجوری میخواد با عربستان دوستی کنه؟ دریای سرخ مصر رو هم حتی به علیه ما میکنه، چه برسه به عربستان و این دخالت در یمن یا این ترسیمی که ایشون میکنه. آخه چه حرفیه ایشون میزنه؟ خوشبختانه خیلی من دیدم مطبوعات دنیا این تیکه حرف ایشون رو که بله، در واقع یک نوع سند برای دخالت در این به اصطلاح منطقه به این بزرگی هست رو بهش توجه نکردم، بیشتر حواسا رفت به تنگه هرمز. بله. ببینید آقای روحانی، آقای دکتر نوریزاده، به نظرم تسلیم آقای خامنه ای شده. آقای خامنه ای الان پشت فرمون مملکت کاملا خود آقای خامنه ای نشسته. ایشون تمام پیشنهادات و راهکارهایی رو که
از زمان سرکار اومدن ترامپ به خصوص بعد از خروج از برجام به ایشون شد، همه رو شنید و پایین بالا کرد و رد کرد و الان تصمیم شخص آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای البته چون دیکتاتور بزدلیه هیچ وقت هم مسئولیت نمیپذیره، میره اون پشت میشینه به دست و دیگران، دستکش دیگران رو دستش میکنه، وارد سیاست میشه و بعدم اگر هر اتفاقی بیفته من کی بود کی بود من نبودم میکنه. آقای خامنه‌ای تصمیمش این است که در خارج به اصطلاح در مقابل امریکا مقاومت کنه و در داخل سرکوب. برای این کارم ستون فقراتش سپاه علم و بخش اطلاعاتی خود بیت. این کار رو هم برای به اصطلاح صحبت با آمریکا هم که به هر حال دیر یا زود مطمئن باشید این مسیرهای غیر رسمی به اصطلاح ترک تو فعال میشه و یه جوری میشینن حرف میزنن، ولی داره اینو به تأخیر میندازه. چند تا کارو میخواد اول بکنه. یکی میخواد نشون بده که تحریما رو میتونه ایران دووم بیاره، کنترل کنه. به هم دلیلم شروع کردن همون کسفتکاریایی که اون دفعه بود در ابعاد گسترده تری دارن تدارک میکنن. مثلا آدمایی رو دارن پاسپورتای کشورهای اروپایی فقیر و اینها رو میخرن، این طرف اون طرف اینا رو بدون پول بفرستن خارج، با چمدونی برن شرکتایی که اینا کلی تو اروپا و ترکیه و اینور اونور تأسیس کردن، پول بیارن و پول ببرن که خدا میدونه حالا چقدر توش دزدی بشه و ببرن و کالا اینجوری بخرن، با این بدبختی ببرن در ایران. یا نفت رو دوباره شروع کردن همین که قاچاقی نمیدونم جی پی اس کشتی رو خاموش کنن ببرند و مالزی اونجا نمیدونم انبار کنن، بعد تک محموله بفروشن، بعد پولی چون بیارن که 10 تا بابک زنجانی دیگه از توش در خواهد اومد. یه طرف ایشون که این کارا هم خیلی شد سپاهی ها قول دادن برای کنن، یعنی خدا میدونه حالا چند تا سردار دیگه میلیاردر بشن این وسط. این یه بحث که ایشون داره دنبال میکنه بتونه نشون بده که مثلا ماه آبان هم که برسه چند ماهی نشون بده تحریما رو میتونه ایران تحمل کنه. یک طرف ایشون میخواد این کارتایی رو که توی منطقه داره اینها رو ریفرشش کنه. در عراق الان خب در واقع جلوی سعودی ها شکست خوردن، دارن یه شما بهتر از من میدونین یه شطرنج سیاسی الان دارن در عراق ایران و سعودی بازی میکنن، یا در سوریه ایشون داره دست و پا میزنه که بگه اونجا هست، یا یمن یا افغانستان به خصوص طالبان رو بیشتر بهش دارن امکان میدن به این چیز که بگه به هر حال به امریکایی ها من این کارتا رو دارم. و بخش سوم هم سرکوب داخله که میخواد در واقع به امثال آقای پومپیو یا ترامپ یا آقای بولتون نشون بده که میتواند مردم رو سرکوب کنه و تصور امریکایی‌ها از این که فشارهای اقتصادی ممکن است کمر این رژیم رو بشکنه و مردم شورش بکنن رو بگه که مثلا باطله. ببینید این نقشه‌ای که آقای خامنه‌ای داره و آقای روحانی هم با این نقشه همراه شده. آقای روحانی بزرگترین سرزنشی که بهش هست این است که دست کم ایشون باید بداند عواقب این کارها چه بلایی سر کشور میاره و آزموده قبلی رو دوباره اونم به وضعی فجیع‌تر و بدتر بخوای تکرار کنی چه مصیبتی برای مردم درست میکنه. ولی آقای روحانی همه زندگیش هم آقای دکتر نوری‌زاده ایشون همیشه یه جای وایساده معدل القوا بوده، برایند نیروها روش تقریبا صفر بوده، هیچ وقت آدم ببر و برو و کارآفرینی به اون معنی در عرصه سیاست نبوده، حد اکثر که واعظ خیلی خوبی بوده و بسیار به نظر من مدیر ضعیفی هم. و ایشون خیلی به نظرم گزینش بدی رو کرده، چرا که وعده هایی که در انتخابات قبلی و این انتخابات گذشته داده همه رو بعد اینطوری به طاق نسیان بکوبه و مردم که یادشون نمیره. همین الان همه دارن میگن، درسته، من و شما هم میگیم آقای روحانی چه شد پس این حرفایی که به مردم زدی و حالا افتاده به
شعار دادن و یه مسابقه تندروی هم شده، هر کی بیشتر به ساز آقای خامنه‌ای برقصه این روزا ظاهرن مثل روزای اول انقلاب شده، میزنیم میگیریم شیر میگیریم پلنگ میکشیم. خودشون هم میدانند آقای دکتر نوریزاده که این ادعاها پشتوانه ای نداره. من شخصا عرض بکنم نگرانم این جنگ لفظی وقتی اینقدر تنشش میره بالا، امریکا ممکنه که مستقیما به ایران حمله نکنه، ولی اسرائیل بارها الان اومده رو ایران گشت زنی کرده، سعودی ها اومدن گشت زنی کردن، آسمان ایران بی دفاعه و به اصطلاح کشتیگیرا اسرائیل سگک نشسته. اگه ایران بله. دست از پا خطا بکنه بهانه‌ای داشته باشه و بزنه زیر ساختای ما رو بزنه. در سوریه امتحان کرده، دیده با شخم زده پایگاهایی رو که ایران توش بوده، صدا از ایران در نیامده. یعنی همه این حرفا هیچ چی نشون دادن، هیچ چی زوری ندارن تلافی کنن. بله این همین اخیراً که دیدید آقای لاوروف به اتفاق رئیس ستاد و رئیس دستگاه اطلاعاتی روسیه که همون KGB معروف از علیه اللعنه با اضافه شدن یکی دو تا حروف جدید بهش، اینا رفتن اونجا و با نتانیاهو هم به توافق هم رسیدن. الان مسئله بیرون کشیدن نیروهای ایرانی از جنوب سوریه کاملا گفت تا 100 کیلومتری جولان هم نباید باشه. بنابراین اینا نشان دهنده شکست این سیاست. متاسفانه وقت ما تموم شد و بسیاری از سوالات مون و بنده ممکن ناچار بشم یه بار دیگه در خدمت شما باشیم برای اینکه این سوالا باید پاسخ داده بشه، خیلی مهمه. بنابراین فعلا با شما بدرود میکنم تا بعد یه فرصتی بتونیم دنبالی، چون خیلی حرف داریم. من مسئله آقای پومپئو، آقای مهاجرانی ورداشتی نوشته توییت کرده که بله چرا این 1200 نفری که مجبورن چهره هاشون رو نشون ندادن، بله میفهمم من که چرا دوربین وی او ای جمعیت ایرانیان را درست نشان نمیداد؟ مگر نمایندگان ملت ایران نبودن؟ چه کسانی دعوت شده بودن؟ چه کسانی خودشان درخواست شرکت کرد؟ مگه قرار نیست اینا بعدن بشن نظام آمریکایی؟ بنده گمان میکنم تا آقای دکتر مهاجرانی وجود دارن نماینده ملت ایشان ایران ایشونن، نه ایرانیانی که اونجا بودن به هیچ وجه ادعا نکردن نمایندگان ملت ایرانن، هیچ کدوم ما ادعا نکردیم. آقای دکتر مهاجرانی و دوستانشون مدعیان که نمایندگان ملت ایرانن. در حال امت اسلامی چاره آذربایجان میگفتن اشکال نداره، ولی ملت ایران نه. ممنونم دکتر سازگارم، با هم صحبت کردیم. ممنون از شما. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست عزیز دکتر محسن سازگارا تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.